اومدم کشت خودشو. الو سلام، چطوری؟ تو تاریخونه بودم نشنیدم. میگم تو تاریخونه بودم نشنیدم. یعنی چی؟ آها، جناب علی که این حرف من باور کردین که این بار دومتون باشه. بله خوبم. تو کی کارو تموم شه؟ امیر تو قرار بود سه‌شنبه برگردی که. تو هم که خراب شدی. با تو نیستم، نگاتیو میگم. نگاتیو. امیر من الان کلاس رام دیرم شده، خودم بهت زنگ میزنم. مشکل ما که تمومی نداره، حداقل اجازه بدید من برم به کلاسم برسم. نه باشه فعلا. من ظاهری کلاس چیو شده؟ خیلی وقت داره تمام میشه، میخوای نرو دیگه. بود بابا. توسط شستشوی در آب انجام میشه، پس از اون مرحله سقوطه
که 2 دقیقه برای زمان میذاریم. و مرحله بعدی هم مرحله استابلایزر هست که 1 دقیقه زمان میبره. چرا اینقدر دیر میاد؟ صد حسابی از دستش شاکی شده. شستشو هست که 5 دقیقه باید حرف جدید زمان میزنه. چه فرقی میکنه؟ همچنین عوامل مؤثر در کنترل کنتراست دیگه اینقدر در مورد آبراندیسمان و خوبصوم حرف زده هر شب دارم خوابش میبینم. مرحله بعد داجینگ یا برنینگ هست. خب راست میگم دیگه، من نمیفهمم چه لزومی داره دانشجو سال 1390 بره واحد درسی لابراتوار و چاپ عکس رنگای مزخرفات رو پاس کنه. الان دیگه عکس دیجیتال میندازن واقعا که والا به خدا از تو بعید آنیه. ببین دانشجوی عکاسی باید همه این واحدا رو پاس کنه، اصلا یه دلیل داره که این واحدا رو برامون گذاشتن دیگه. باش، ولی من اعتقادی به این سیستم سنتی ندارم خانم. این هزار بار نداشته باش. حالا این کلاس قبلی چی شد؟ چه میدونم بابا، گفتش که باید بین 20 تا 50 تا فرم عکس آماده کنیم برای پایان ترم. نگاتیو. البته با موضوع آزار. میبینم. نیستم. با 50 تا نگاتیو نیستم. با موضوع آزاد نیستم. خود. خب دخترم، بگو ببینم این دفعه کجا رفته حالا؟ جنوب، مناطق جنگی. نفهمیدم، واسه جنگ رفته؟ خانم، مگه جنگ هنوز؟ بابا اذیت نکن، واسه کار شرکتشون رفته دیگه، کار ساختمان‌سازی و این داستانا. آقای که مهندس، آقای مهندس. نه حالا کاری نداریم، ولی اینم شغل امیر انتخاب کرده. حالا کی میاد؟ قرار بود بیاد. ماما با شغلش که مشکلی ندارم، من با رفتار این آدم مشکل دارم. احساس میکنم دیگه اصلا منو نمیفهمه. حرفای من براش مسخره است، کارای من براش سری کارای بی خوده، دیگه اصلا روحیات منو درک نمیکنه. احساس میکنم از هم دور شدیم ماما. ببین هانیه، من از روز اول گفتم اینا هم لول ما نیستن، اینا هم شأن ما نیستند. اصلا خانم هیچیشون به ما نمیخوره. اما تو قبول نکردی. حالا من و مادرت باید به آتیش تو بسوزیم. همین. بل کن دیگه محمود. چشم خانم. آه. هانیه جا، غذا تو خوردی مادر؟ باش برو یه زنگ بهش بزن. خودش زنگ زد. سلام. خونه ماما اینا. باشه اینام سلام میرسون. خب. چی؟ امیر این چه وضعیه برای من درست کردی؟ تو تازه 2-3 هفته دیگه میخوای اینجا بمونی؟ امیر من تنها تو خونه میترسم، اینو میفهمی؟ خب همش که نمیتونم بیام اینجا. یعنی چی این حرف؟ خیلی خوب، کجا ببرم؟ Oh,
ببخشید تاج آقا داودی؟ بله بله خودم هستم، بفرمایید. سلام. سلام علیکم. من همسر امیر سماواتی هستم. امیر سماواتی؟ بله بله در خدمتتون هستم، بفرمایید. ظاهرا قرار شده وسایل شخصی امیر رو بدم به شما، زحمت بکشید برسونید به دستش. چشم، در خدمتتون هستم، انجام وظیفه هستش. ممنون. خواهش میکنم. با اجازه. خدا نگهدارتون. بفرمایید خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قربون دستات برم دخترم. خدا نکنه. بفهم. دست درد نکنه مادر. نگفتم خواستم یهویی منو ببینه غافل گیر شه. چقدرم که امیر اینجوریه. آره از مسئول کاروان اجازه گرفتم. مامان برای چی باید ناراحت شه؟ نه من رسیدم به زنگ میزنم. خدافظ. اجازه هست؟ بشین عزیزم، اینجا جای خودته. خیلی ممنون. اسم من هانی است. هزار الله خواهی. اسمت هم مثل خودت قشنگی. ممنون.
اسم شما چیه؟ میتونم بپرسم؟ وقتی به دنیا آمدم پدر مادرم ایران دخ اسمم گذاشته. ازدواج که کردم شوهرم گفت اسم سختیه، طاهره صدام میکرد. از اون به بعد طاهره موند روم دیگه. تنها اومدی؟ نه عزیزم، تو هم با منی. خب بله، ولی تا آخر سفر همراهتون نیستم. زودتر از شما پیاده میشم. آخه دارم میرم پیش شوهرم، نزدیک خرمشهر کار میکنم. خدا حفظش کنه. ممنون. بچه چی؟ بچه‌م داری؟ دو تا پسر دارم. پسر بزرگم سال 63 تو فک شهید شد. پسر کوچیکم هم تو شلمچه منتظرم، قراره یه چیزی به هم بده. تفلک بچم انقدر خجالتیه که به هیچ کس رو نشون نمیده. میخوام برم اونو بگیرم. تو هم باید به هم کمک کنی. نوه منم عین تو عکاسه، اسمش آقا محمد رضاست. با دوربین از اون تو همه رو نگاه میکنه. شیطان، چه جالب. من دانشجو عکاسیم دیگه، این دوربین تمام وجودم شده. الان میخوام واسه امتحان پایانتم کلی عکس بندازم، البته اگه بشه. جان
دخترم به چی داری نگاه میکنی؟ به ستاره ها. احساس میکنم خیلی به همون نزدیکم. میگن هر آدمی یه ستاره تو آسمون خدا داره، با تولدش ستارهش روشن میشه، با رفتنش هم خاموش. شما ستاره خودتو میشناسی؟ ستاره خودمو که نه، ولی اون دوتا ستاره رو میبینی که از همه پر نورترن. فکر میکنم اونا دوتا پسرای منن. چه جاله. چه بوی خوبی میاد، بوی شماست. هر وقت وضو میگیرم قصد نماز خوندن دارم، هر وقت سر حالم و حوصله دارم از این عطر به خودم میزنم. چند سال قبل پسرم از کربلا برام سوغاتی آورد. چقدرم پربرکتی، هر چی میزنم تموم نمیشه. بفرمایید. به به، چه چایی خوش رنگی، قربون دستات. موشه جان، خستگی سفر رو در میاره. هانیه جان، میشه ازت خواهش کنم این تصویر رو برام نخ کنی؟ چشمام دیگه سو نداره. حتماً. چشم. تسبیح قشنگیه ها، گفته باشم یه عمری این تسبیح همدم منه. باشه، نخش میکنم، به شرط اینکه پیشم بمونه تا چند تا عکس خوشگل ازش بگیرم. قبوله؟ Thank you.
همسفرامون ساکتن. ظاهرشون ساکته دخترم، تو دلشون قوغاست. چرا؟ لحظه به لحظه این مسیر، وجب به وجب این خاکا، یاد عزیزی رو تو دلشون زنده میکنه. هر کدوم از اینا یه قسمتی از وجودشون رو تو این مناطق جا گذاشتن، عزیزتریناشون، پاره تنشون. جنگ رو دوست ندارم، آدماشو، خشونتشو، هیچیشو دوست ندارم. بی‌انصاف نباش هانیه جون. آدمای این جنگ، عزیزای اینا، به خاطر دفاع از من و تو جونشون رو از دست دادن. دختر گلم، میشه به این قضیه یه خورده منطقی تر نگاه کرد؟ آره، من آدم منطقی نیستم. همم همین ایرادو ازم میگیرن. امیرم همین مشکل با من داره. اصلا حرف همو نمیفهمیم. دوستش داری؟ داشتم، ولی الان دیگه نمیدونم. داری؟ چون به خاطرش داری میری اونجا. اصلا حرفای منو باور نمیکنه. کارای من براش مسخره است، بی ارزشه. روحیات منو درک نمیکنه. البته این یه قسمتش طبیعیه دخترم. زمان میخواد تا آدم و همدیگر رو باور کنه. نمیدونم. اصلا حوصله توجیه خودمو ندارم. تا حالا شده حرفی بهش بزنی باور نکنه، ولی خودت باور داشته باشی؟ برای اون چه فرقی میکنه؟ امتحان کن دخترم. اگه خودت حرفتو باور داشته باشی، مطمئن باشونم باور میکنه. دلم یه دفعه من نگاه کنی، این دیگه آخرین عکس هم ازت. وای چه عکس قشنگی شد، خیلی خوب شد. من برم امیر رو بیارم شما ببینیدش. فقط یه چیز، یه کوچولو نصیحتش کنی، شاید یه ذره بیشتر من درک کرد. الان برمیگردم. Thank you.
سلام. سلام. اگه فکر میکنی الان تعجب میکنم از اینکه اومدی اینجا، باید بگم اشتباه میکنی. دیگه این کارات برام تازگی نداره هانی. همچی فکری نکردم. برای چی اومدی اینجا؟ اومدی که روی منو کم کنی؟ وای چه استقبال گرمی. قبل از که بیشتر تحویلم بگیری یه دقیقه با هم بیا، یه نفر منتظرته، میخواد ببینتت. بعدن کلی وقت داریم واسه جر رو بحث کرده. کی منتظره؟ یکی از همسفرام، امیر فوق‌العاده است. بیا بهت میگم. من اسم مسافرامو که نمیدونم. همین خانومی که همراه من بود. همراه شما؟ نمیدونم، همچی کسی رو ندیدم. ای بابا، همین هاش خانم خوشرو و مهربونی که اینجا وایساده بود الان. خانم ما دیرمون شده، نمیدونم کیو میگی. بذاریم بریم، خدا خیرتون بده. آقای خانم ها بفرمایید بالا بریم. بفرمایید. اسمش طاهره خانوم بود، خیلی ماه بود امیر. باید می دیدیش. حالا که قسمت نبود. نکنه جاش گذاشتن. هانیه، اون کاروان خودش مدیر داره، مسئول داره، خودشون بهتر از من و تو میتونن هوای مسافراشون رو داشته باشه. آخه باش خدافزی نکردم. وای خدافزی نکرده، چه مسئله مهمی. مسخرم نکن امیر، آخه تو که نمیدونی چه موجود فوق‌العاده‌ای بود. وجودش یه آرامش عجیبی به هم میداد، یه حس عجیبی داشت. البته استثناءً اینو میتونم حدس بزنم، چون به هر حال تو از هر کسی که خوشت نمیاد. احتمالاً اون هاش خانم خیلی آدم ویژه‌ای بوده که تو رو جذب کرده. آره خیلی دوست داشتنی بود، خیلی ماه بود، یه قیافه. چطور ممکنه؟ میگی چی شده یا نه؟ عکساش نیست. عکسای کی نیست؟ طاهره خانوم. هیچ کدوم از عکساش نیست. لابد حواست نبوده دیلیتشون کردی. نه امیر، من هیچ کدوم از عکسا رو پاک نکردم. چه میدونم، شاید اصلا عکسی ازش ننداختی، خودت فکر میکنی انداختی. امیر خواهش میکنم مثل بچه ها با من حرف نزن. تمام عکس ها هست، فقط عکسی که ازش انداختم نیست. همه رو کامل دیدی؟ آره بابا دیدم. عجیب میدونی چیه؟
که عکس ها هست، با تمام جزئیاتش هم هست، فقط تصویر طاهره خانم نیست. وای چه شگفت انگیز. امیر خواهش میکنم یه ذره جدی باش، من دارم از سرجام شاخ در میارم. ولی برای من اصلا عجیب نیست، مثل همه کارهای عجیب و غریب دیگه‌ت، مثل اومدن ناگهانیت به اینجا، مثل هزار تا داستان بی سر و ته دیگه‌ای که برام سرهم کردی، اصلا برام عجیب نیست. هانیه من میرم سر کارم، تو هم یکم استراحت کن، شاید حالت بیاد سر جاش. امیر به خدا دیوونه نشدم، ولی یه دفعه که شده حرف منو باور کن. من دیگه حرفی با تو ندارم. ولی من حرف دارم، تو زن منی، حق نداری بدون اجازه من جایی بری، میفهمی یا نه؟ نمیفهمم. کجا میخوای بری آنیه؟ طاهره خانم میگفت اگه حرفی بزنم که خودم باورش داشته باشم، تو هم حتما باورش میکنی. میخوام برم پیداش کنم که خودم به باور برسم. فقط میخوام حرفمو بهت ثابت کنم، بعدش برمیگردم تهران. خیلی خوب، حرفتو ثابت کن، ولی نه اینطوری. یه دقیقه صبر کن، منم باهات میام. باشه هانی، خواهش میکنم. حسین نیست؟ نه امیر، اتوبوس زرد بود، مگه ندیدیش؟ Thank you.
سلام حاج آقا، خوب هستی؟ سلام دخترم، شما خوب هستین؟ خیلی ممنون. همسرم حسن حاج آقا. سلام علیکم. ببخشید حاج آقا، شما طاهر خانم رو ندیدین؟ طاهر خانم؟ بله، همون حاج خانم خوشرویی که همراه من بود تو سفر، کنار من نشسته بود. کدوم خانم؟ مگه شما تنها نبودین؟ فامیلیشون رو نمیدونید؟ نه حاج آقا، فقط میدونم اسم کوچیکش طاهره خانوم بود. با کدوم کاروان اومدین؟ اسم مدیر کاروان رو میدونین؟ بله، آقای داوودی. بله، یه لحظه اجازه بدید. حاج آقا داوودی از حسینی سید الشهدا. تو این دیسک نداریم، طاهره خانم نداریم. میگم شاید به اسم اصلیش ثبت نام کرده باشه. اسم شناسنامش ایران دخته. میشه به اون اسمم یه نگاهی بندازین؟ نه، نه ایران دخت داریم، نه طاهره خانم. هیچ اطلاعات دیگه ای ازش نداریم؟ چرا؟ گفت که دوتا پسر داره، یکی از پسراش تو شلمچه منتظرشه، قراره یه چیزی ازش بگیره، و یکی از پسراش هم سال 63 تو فک شهید شده. دیگه گفت یه نوه داره که عکاسه، اسمش هم محمد رضاست. همین. اجازه بدید من از طریق دوستای خودم تو حسینی سید و شهدای پیگیری کنم، ببینم کسی از ایشون خبر داره یا نه، بعد به شما اطلاع بدم. خیلی ممنون حاج آقا. خواهش میکنم. آنیه. امیر، من باید پیداش کنم. مطمئن باش دیگه الان اصلا برام مهم نیست که بخوام چیزی رو به تو ثابت کنم. الان مسئله بر خودم جدی تر شده. دست از لجبازی بردار بابا، همه ی عالم آدم دارن میگن اصلا همچین آدمی وجود نداره، تو عکسات هم که چیزی نیست. هانیه، تو با کی داری لجبازی میکنی؟ من کار دارم، بیبری. نمیام، انقدر اینجا میمونم تا طاهره خانم رو پیدا کنم. هیچ وقت حرف من باور نکردی امیر، هیچ وقت. الان برو به کارت برس. به سلامت. هانیه. امیر، خواهش میکنم دنبال من نیا، خواهش میکنم.
ممنون. سالها پیش تو دوره جنگ من اینجا بودم، به رزمنده ها خدمت میکردم، نوکریشونو میکردم. حالا هم هر وقت دلم میگیره، هر وقت کم میارم، میام یه مدت اینجا میمونم، به زائرا خدمت میکنم، حالم خوب میشه. خاک اینجا حال آدم رو بهتر میکنه، انگاری آدم گم شده خودش رو اینجا پیدا میکنه. کجا میری؟ نره اونجا خطرناکه. طاهره خانوم، طاهره خانوم، thank you.
سلام. چی شده امیر؟ جنگ رو انداختی، مین ترکوندی. سرم درد میکنه. سرت یه کوچولو شکسته، دستت هم ترکش خورده، ولی زود خوب میشی، نگران نباش. امیر، طاهره خانم حالش چطوره؟ دیدیش؟ یا الله. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. خدا رو شکر که به هوش اومدیم. بهترین که انشالله. طاهره خانم حالش چطوره؟ من خوبم. ما طاهره خانم شما رو بالاخره پیدا کردیم. دو تا پسر داشته، حسین و جعفر. آره میدونم. الان کجاست؟ الان خدمتتون عرض میکنم. پسر بزرگش سال 63 تو فکه به شهادت رسیده. پسر کوچیکشم از سال 65 مفقود الاثر بوده، یه جایی حوالی شلمچه. مفقود الاثر؟ ولی اون گفت پسرش تو شلمچه منتظرشه. مسئله همینجاست. طاهره خانم اومده شلمچه به دنبال اثری از پسر مفقود الاثرش. منتها نه الان. یعنی چی؟ ببین هانیه، طاهره خانم شلمچه بوده ولی نه با تو. چی میگی امیر؟ من خودم از تهران باش اومدم. طاهره خانم چند ماه پیش اومده شلمچه. تو سه شب قبلش بارندگی شدیدی داشتیم. سیلاب معلوم نیست از کجا با خودش مین‌های تأخیری رو شسته و کشیده تو کانال. طاهره خانمم میره داخل کانال پی یه نشونی از پسرش. همونجا درست محل شهادت پسرش پاش میره رو مین، به شهادت میرسه. وقتی رسیدیم بالا سر طاهره خانم، تو دستای پر از خونش تونستیم پلاک جعفر رو پیدا کنیم و یه تسبیح پاره که فقط 63 تا از دونه‌هاش رو پیدا کردیم. تسبیحش پیش منه هانیه. به خدا راست میگم الان تو جیب مانتومه، برو بیارش. خیلی خوب هانیه، باشه برای بعد. امیر خواهش میکنم، اونا هاش. خودشه. بله بله، همین تسبیح بود. این تسبیح دست شما چی کار میکنه؟ طاهره خانم خودش به هم داد، میخواستم ازش عکاسی کنم. امانت پیشمون، یادم رفت بهش برگردونم. خیلی عجیبه، فقط 63 تا دونه داره. وقتی نخ تسبیح پاره شد بعضی دونه هاشو پیدا نکردیم. من
خودم براش نخ کردم، فقط 63 تاش مونده بود. یعنی چی حاج آقا؟ مگه همچین چیزی اصلا امکان داره؟ الله اعلم. چه عرض کنم؟ چرا امکان نداره؟ من که بهت گفتم تو باور نکردی. ضمناً یه اتفاق عجیبی دیگه هم افتاده. درست همون جایی که شما رفتین رومین، در اثر انفجار یه حفره باز شد. بعد از اینکه شما رو از اونجا بردن بیمارستان، بچه‌های تفحص یکی از شهدا رو اونجا پیدا کردن، پسر کوچیک طاهر خانم جعفر. انگار یه کسی شما رو کشونده اینجا تا اونو برای ما پیدا کنه. ما مدت‌ها بود که دنبال اون میگشتیم. شما واسه پیدا کردن جعفر کمک بزرگی به ما کردیم. کمک؟ بله، هم به ما هم به طاهر خانم. این قوطی هم اونجا بوده زیر خاک. چی هست؟ فکر کنم یه فیلم عکاسیه، ظاهر نشده. باید مال یکی از شهدا باشه. فکر کردم شاید شما بتونید چاپش کنید. نمایشگاه بذارم از عکسای این سفرم با این نگاتیوا. آره چقدر خوب، منم هر کمکی از اصلا بر بیاد انجام میدم. میخوام همه رو دعوت کنم بیا. عالیه. محمد رضا رو میخوام دعوت کنم. محمد رضا؟ آره، نوه طاهره خانومه، اونم عکاسه. آره خیلی خوبه. آدرس خونه طاهره خانومو گرفتی؟ آره از حاج کاظمی گرفتم، تو جیبمه. میخوام طاهره خانومم دعوت کنم، مطمئنم که میاد. سلام. سلام. ببخشید، من یه آدرسی داشتم از خانومی به نام طاهره که تو سفر راهیان نور به جنوب با ایشون آشنا شدم، ولی فکر کنم که آدرسو اشتباه اومدم، چون اینجا که... نه خانم، درسته. دو سه سال پیش حاج خانم خدا بیامرز خونشون رو وقف حسینیه کردن. جدا؟ بله،
اتفاقا با عصبانی اون سفر راهیان نور همین حسینیه بود. ببخشید میتونم کمکی بهتون بکنم؟ بله، من یه امانتی خیلی مهم تو شلمچه به دستم رسید که یه جورایی مربوط میشه به خانواده طاهره خانم. میخواستم برای یه کاری در مورد این امانتی از خانوادهشون اجازه بگیرم. شما آدرسی چیزی از خانوادهشون داری؟ راستش من نوه طاهره خانم هستم. آقا محمد رضا؟ بله. شما منو میشناسید؟ بله، طاهره خانم در مورد شما با من صحبت کردن، گفتن که شما مثل من عکاسید تو همون سفری که با هم بودیم. بله. شما تعجب نکردین؟ تعجب؟ نه، من مادر بزرگم رو خیلی خوب میشناسم. این همون امانتیه. من یه نمایشگاه زدم از عکسای سفرم با طاهره خانم. خوشحال میشم شما هم تشریف بیارید. بله حتما، با کمال میل. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. ببخشید. اینم ببرید. فکر میکنم جاش توی نمایشگاه شما بهتر باشه. احساس میکنم همه یه جورایی میخوان که این نکسات اونجا نشون داده بشه. Yeah.
تو که ترکوندی با این عکس دختر. به تبریک میگم، واقعا فوق‌العاده بود. ممنون. هانیه جون، چند تا از بچه در مورد یکی از عکسات سوال دارم، میشه بیار؟ بچه هانیه رو آوردم. ببین هانیه، این عکس برای بچه ها خیلی عجیبه. اصلا انگار هیچ شباهتی با عکسای دیگه‌ات نداره. نمی‌دونم، انگار یه جور رازگونگی توشه. ببین حتی اسمش هم عجیبه، و عینک بهشت. میشه یه خورده در مورد این عکس برامون توضیح بدی؟ اصلا قضیهش چیه؟ این یکی از بهترین عکسای منه. یه عکس از بهشته. دیگه هیچی ندارم در موردش بگم. هانیه هانیه، یه بوی خوبی میاد، یه عطر عجیب، فکر کنم همون عطریه که خودت میگفتی. آره، خودم هم حس کردم، میدونستم که میاد. مطمئنم که الان اینجاست. مطمئنم. امیر، ممنون. نمیدونی چقدر خوشحالم از این که منو باور کردی، از این که تو هم این بوی خوشداری احساس میکنی. سلام طاهر خانم.